ناصر دیگه خسته شدم. دانشگاه قبول میشه و عکسشو تو روزنامه چاپ میکنه، خودشو قایم نمیکنه. از اونت بیا بیرون دختر. تبریک از طرف من سیمی. متشکرم. به سیاهی چشمانم نگاه کن، روز در چشمان من است. به سپیدی چشمانم نگاه کن، شب و روز در چشمان منند. به چشمان من نگاه کن، پلک اگر فرو بندد جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت. یک مرد یک خصم به این سرنوشت دوچار شد. ما تصمیم گرفتیم که این 25,000 دلاری که گرفتیم یه فیلمی بسازیم که فقط فروش بکنه، که خودمون رو نجات بدیم. فیلم دل و دشنه رو ساختیم، یه فیلم اکشن ایلیاتی ساختیم. چه میدونم سر میزدن و آدم میکشتن و... که هیچ وقت دوست نداشتم اون فیلمو. من واقعا فقط اون فیلمو ساختم که نرم پشت در مسئولین بشینم خواهش کنم به من مثلا کمکی بکنن. احساس کردم که خب من میتونم این کارو کنم، کار شریفتره. فیلم اکشن میخوام، بیام منم یه فیلم اکشن بسازم. حالا خیلی هم ازش تعریف کردن از اون فیلم، برعکس فیلم هایی که من خیلی دوست داشتم از این فیلم خیلی تعریف کردن. هرگز به کسی که نمیشناسی ناسزا نگو، چون ممکنه آدم خطرناکی باشه. کسی کشته بشه، قرار نبود اطلاعات غلط. دیف دیف فقط کجا رفتم؟ مدتی فیلم تهیه کردم، مثلا فیلم چشمایش رو نوشتم، فیلم نامش رو فرامرز غریبیان کارگردانی کرد، من تهیه کننده و نویسندهش بودم. و یه مدتی هم از این را زندگی کردم، یه سری فیلم های بد ساخته می شود و اینا رو ارشاد، چون سناریوش رو وقتی اون موقع تصویب بود، سناریو وقتی تصویب می شود یه قیمتی پیدا می کرد، ولی لزوماً سناریو خوبی نبود که تصویب میشد، معمولا سناریو بعد تصویب میشد، ساختار داشت، ولی خب شعارهای خوبی توش داشتن. بعد من یه مدتی هم از این را تونستیم پول کمکی بگیریم که کار بکنیم. این سناریوها رو میوردن به من میدادن، من دیالوگاشو عوض میکردم، یه خورده سر شکل دراماتیک میدادیم به این فیلم ها، که حداقل 5-6 تا از این فیلم ها رو من بازنویسی کردم، اونتا بدون نام. دوران سختی بود، شما هم رفته بودین، دورانی بود که اصلا کار نمیشد، ما کار نمیکردیم، دنبال کار نمیرفتیم. به هر حال چند سال این شد که من فکر کردم عمرمو همینطوری آتیش زدم، کار نکردم، چون چیزهایی در من میجوشید و خیلی دلم میخواست کار کنم. یه فیلمنامه نوشتم، گفتم برم از خارج، بالاخره اونا اونور به من پول میدادن فیلم بسازم. فیلمنامه باسکرویل رو نوشتم، باسکرویل رو نوشتم و رفتم اون موقع آمریکا. این جریان های انجیو هایی که مردمی بودن و قراردادی با بستیم که 25 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری بشه. بعد اومدیم که بسازیمش، آقای زمان آقای خاتمی بود. قبل از اینم بهتون میگم، فیلمنامه یه چیز رو نوشتم،
فیلمنامه پوریای ولی، یه فیلمنامه پوریای ولی نوشتم، یه طرح فیلمنامه مولانا، مولانا جلال الدین. به هر حال اونم نوشته بود، به نتیجه نرسید. فیلمنامه پوریای ولی رو نوشتم، پوریای ولی رو پروانه گرفتیم و قرار شد که بسازیم. خب این فیلم باید در ترکمنستان، بخشش در ازبکستان و بخشش در ایران فیلم برداری میشد. برنامه شد طراح صحنه بشه آقای محمد علی نجفی که سر به داران رو ساختن. سفری شروع کردیم با آقای محمد علی نجفی، رفتیم ترکمنستان و طرف ازبکستان و سر قبر پدر پوریای ولی و کهنه اورگنج، که البته قبر خود پوریای ولی در خیوه است که اون مرزایی که درست کردن قبلا نبوده، این همه بخشی از ایران بوده، خوارزم افتاده اون طرف مرز توی ازبکستان. یه قراردادی با وزیر سینما، وزیر داشتن سینماشون ترکمنستان، یه قرارداد با اونا بستیم. بنا شد یک طرف قرارداد بنیاد فارابی باشه. اووردیم قرارداد رو گذاشتیم با آقای رجبی، یه هفته، یه ماه، دو ماه، شیش ماه هیچ اتفاقی نیفتاد. اونا هم از اون برای تلکس میفیزن که آقا ما بالاخره میخوام بدونیم چیکار میخوام بکنیم. یه روز رفتم پیش این آقای رجبی، گفتم آقای رجبی این که دیگه ما نیستیم، یه کشور خارجه، بنده خدا یه قراردادی بستن، این برشو امضا کردن، مهر کردن، و تازه اونا کشور کمونیست تازه آزاد شده از بلد نبودن، تازه زودتر کارم، ما چرا اینو خب امضا بکنیم ما بفرستیم بره. شروع کرد به درد دل کردن که کارای اینجا معلوم نیست، و چون گویا با اون قائم مقامش یه جور ساز میزد، یکی دیگه یه جور ساز میزد. بعد گفت منو نمایشی گذاشتن اینجا. ما فهمیدیم آقا نمیشه، بی خودی داریم عمرمون رو تلف یه کارایی میکنیم که نمیشه. گفتم آقا ببخشید اینجا اینجوری نمیشه. من فهمیدم با خارج نمیشه کار کرد. بعد از این باسکرویل رو نوشتم، رفتم با آمریکایی‌ها قرارداد بستم. حالا دیگه رسیده بود به دوران آقای خاتمی، یادمه، چون گفتیم بالاخره یه اصلاحاتی انگار صورت میگیره، میشه یه کارای بزرگی کرد، و آقای مهاجرانی هم شده بود وزیر. من رفتم قرارداد بستم، خوشحال و ذوق زده برگشتم. اونم پیش قرارداد همین باسکرویلو، اونم پیش آقای سیف الله داد، خدا بیامرز. گفتم عمو جان این قرارداد من بستم، تو رو خدا اینو بزنین پولیای ولی نکنید، من که از شما پول نمیخوام، یه پولی هم میاریم توی مملکت 25 میلیون دلار براش خرج بشه، یه فیلم عظیم اینطوری ساخته بشه، هنرپیشه آمریکاییش آمریکایی، روسش روسه، ایرانیش، یعنی همه تاپ دنیا بنا بود به زبان انگلیسی هم فیلم برداری بشه، به ایران دوبله بشه، اینو یه کاری بارکوی پروانه ما رو بده ما برداریم بریم. گفت این از حیطه اختیارات ما خارجه. پاشدیم دوتایی قرارداد زیر بغلمون رو اینا رو رفتیم پیش آقای مهاجره، عطاالله مهاجره. یه آقای سوارمون سوارمون آقا ما یه همچی کاری کردیم، داستان رو خودت تعریف، اینم قراردادش، اینم ترجمه قرارداد، اینم امضای قراردادش، اینم ایناست. فقط خواسته اینا در این قرارداد دو چیز بود: یک، نگاتیو فیلم در ایران شسته نشه، حق داشته باشن یه چارتر هواپیما توی فرودگاه مهرآباد اون موقع داشته باشن اینا، که هر روز دیلی راشو، این راشایی که هر روز فیلم برداری میشه، مستقیم بره لندن، اونجا تو لابراتوار اونجا ساخته بشه. این فقط خواستشون یکی این بود. یکی هم اون موقع یه اتوبوسی از این توریستای آمریکایی اومده بود در ایران، یه عده بهش سنگ زده بودن، یه بازی سیاسی بود معلوم بود شروع میشه. بیمه های جهانی جان اتباع آمریکایی رو در ایران بیمه نمیکردن که دولت ایران یه تضمینی بده که بیمه اینا صورت بگیره. آقای مهاجرانی خود فکر کرد و با ما خیلی خوش رفتاری کرد و بعد گفت حالا بهتون میگم اینو. خلاصه آقا حالا بهتون میگم، حالا بهتون میگم، یه سالی تقریبا گذشت این حالایه نیومد که به ما بگه. ما هم هرچی رجوع کردیم گفت موقعیت مناسب نیست، باید بسترسازی فرهنگی بشه. اینا میگن الان گیر داده. آقای مهاجرانی هم یه نگرانیایی داره که میگه حالا این شخصیت اصلیشون آمریکاییه در ایران. گفتم بابا این بیچاره یه معلمه، 24 سالش بوده، اگه جاسوسم بود که تا الان دیگه در اومده بود، 100 سال گذشته، 80 90 سال گذشته، این آدم اومده در تبریز شهید شده و مردم اینو دوست دارن، سنگ قبر اینو شیخ محمد خیابانی انداخته، ما
بعد آقای مهاجری قصه های عجیب و غریب برای من گفته. بعد گفت ببین شما اگر انشالله کمک مالی خواستین من باید برم چیز گفتگوی تمدن ها، شما بیان یه نامه بدین اونجا من به شما کمک مالی بکنم. من ببخشید آقای مهاجری، من کمک مالی شما رو لازم ندارم، حاضرم به شما کمک مالی هم بکنم. بعد دیدم نمیشه، هیچ جوری دیدم نمیشه کار کرد، حتی زمان های خاتمی که من فکر کنم خیلی باید راحت بشه. بعد رفتم بلوغ رو نوشتم، بلوغ رو ساختم. فیلم بلوغ هم یه فیلم جامعه شناسی بود، چون کار میکردیم با همین همسایه ما، یکی بود دکتر خاوری، یه آدمی بود که اونم برام جالب بود. این سناریوها رو در زدن انگار به من دادم. من دیدم یه آقای یه دکتر جوونیه، هفته یه دفعه میاد اینجا میگه که آقای جوزانی بگید چند تا بلیت سینما به من بده. بعد خب منم گفتم همسایه است، میفرستادم بلیت سینما میخریدن یا از یکی داشت میگرفتم اونا بدین به. بعد یه روز گفتم آخه مگه اینجا سالن سینما هست، گیشه سینما هست؟ یکی میاد چون یه بار دو بار آدم این کارو میکنه بعد میگه آقا یعنی چون من اینجا مگه من چه کارم، من کارگردان هم اصلا چه ربطی من دارم که بلیت سینما. بعد گفت اینجوری بهش بگم خانم بهرامی منشیم، گفتم نه نه صداش کن بذار بیاد من ببینم این چی میگه اصلا. بعد اومد نشست با من حرف زد، من از خودم خجالت کشیدم، فهمیدم یک پزشک جوونیه که همه درآمدش رو به غیر در حد اینکه مادر پیرش رو اینا رو نگهداری میکنه خرج نوجوانانی میکنه که در زندانن و از زندان آزاد میشن. اینا رو یه خانومی کمکشون کرده، یه باغچه‌ای بهشون داده، دورش رو چون ساختمون بارون نیاد رو سرشون اینا نایلون کشیدن. آدمایی که کار بلدن میرن اونجا یه موتور رو میبرن مثلا پیاده میکنن، به این آدمی مثلا 14-15 ساله که از زندان میخوان ببرنش آزاد شده به اینا کار یاد میدن. من یه دفعه خودم خجالت کشیدم، گفتم ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجا؟ اصلا این آدمه دیگه. ما گفتیم ما بلیط بخریم با این پاشدیم رفتیم زندان و رفتیم خونه اینا و رفتیم توی زندگی اینا و رفتیم توی درگیری این بچه و برای این بلوغ رو ساختیم. و من فکر کردم این پسر اگه توی کشور دیگه بود مجسمه‌اش رو می‌ساختن وسط شهر می‌ذاشتن. به هر حال فیلم بلوغ رو من برای اینا ساختم، فیلم بلوغ رو برای اینا ساختم و خوشحالم که ساختمش. ترمز کن با هم بریم دکتر، چهار کلاس درس خوندی و یه رو پوش سفید انداختی، دانت داری من از دینچی هم میکنی؟ یه جو انسانیت تو وجودت هست. شار نده درد بیکاری دوای غیر خشخاش نداره. بشکافم ببینی یحیی، اگه مشکلی برات پیش اومد میای کارگاه به من یا به سیمین میگی، فهمیدی؟ خیلی خوشت میاد دستت روی دست دختری 16-17 ساله بذاری نه؟ حق؟ این حق قانونیشه؟ میخوای اینجا نگرشون داری؟ آره؟ اول تا آخرش جاشون همین خراب شده است. این شای خیامه؟ ببخشید سوهر، این یه تیکه چوبه مثل این یکی ولی کار برده. به قول دکتر خاوری، ببخشید ناصر خان، دست دل آدمیزاد خورده به شده تار. حالا گذشت تا اینکه دیگه هر کاری که میکردیم یا رد میشد یا انقدر میبردن خسته میشدیم. ارشاد بودیم آقا ما چیکار بکنیم بالاخره بتونیم کار بکنیم؟ گفتیم آقا نمیشه اصلا تعطیل کنیم، چون هر چی ما بسازیم نمیذارن درست بره جلو. بعدم ولی منو دعوت میکردن مثلا بی خودی که بیا فیلم فلانی مثلا بساز. من میرفتم سریال بود میدیدم، گفتم آخه این برای چی میخوای اینو بسازین آخه؟
واقعا هم هنوزم نفهمیدم چرا این فیلم رو ساختم. خب به جای این کار آدم بره برنج بفروشه، بره نوع آهن بفروشه، این که خیلی شریفتره. تو یه مزخرفی بکنی تو کله مردم. نشستم شیخ محمد خیابانی رو کار کردیم، گفتم من دیگه نمی‌نویسم. هر کاری کردم بودم به من قن نوشتم ریختم دور، دیوونه شدم. دعوت کردم که بعد از این بیاین که چیزو بسازیم شما. شیخ محمد خیابانی، من شیخ محمد خیابانی رو خیلی دوست دارم، سخنرانیاش هست، یعنی اگر بخونیم تکون دهنده است. این آدم یادمی بوده که 100 سال از دوران خودش جلوتر بوده. گفتم من اینو من می‌سازم، شیخ محمد خیابانی، ولی مشروط بر اینکه شیخ محمد خیابانی بسازیم، یعنی نه اینکه مثلا یه چیزی بسازیم هیچ ربطی به شیخ محمد خیابانی. یه آدمی که اصلا کافیه همین سخنرانیاش که موجوده بخون. میگه این خیلی پیشروه. تهیه کنندش پرویز خان بود، همین آقای هارون یشایی، سرمایه گذار و در واقع اون سفارش دهندش سیما فیلم بود، کارگردانش من بودم، فیلمنامه نویسش هم بود. گفتم من آخر سر که میخوام بسازم دست میزنم، چون اینقدر نوشتم دیگه خسته شدم دیگه نمینویسم. اعتصاب کردم برای نوشتم. هر حال این هم که این آقای تاریخ دانا اومدن نشستن، چیزایی گفتن که ما دیدیم مثلا اگر اینایی که اینا میگن ما بسازیم، مردم فقط ما رو هو میکنن، یا اینا دیوونه هم به چیه حساب. بعدم یه دفعه بهشون گفتم ببخشید شما تلویزیون نگاه میکنی؟ نه من گرفتارم اخبار رو ببینم. گفتم برای چی بس بیان با ما حرف بزن؟ شما زن بچه تون نگاه کردین تلویزیون ما رو میبینن اینا؟ یکشون هم بهشون برخورد، گفت آقای جوزانی یه جوری میگه انگار من پشت کوه اومده. گفتم نه من از پشت کوه اومدم، من ایدیاتی هم، من اصلا میگم از پشت کوه. شما رو نمیدونم ولی خب شما دانشمندای بزرگی هستید، اما مشکل ما این، ما آدم پشت کوهی میخوام یه چیزی که ببینیم کیفم بکنیم. اصلا یعنی چی من میشینم اینم کیف نکنم؟ آقا دیوونه بیشتر منو نصیحت میکنن، کی نصیحت گوش میکنه؟ خلاصه اونم نشد. برای من یه سواله که ما رو خانه نشین کردید، بیزایی رو فراری دادید، آقای ناصر تقوایی نمیتونه خانه نشین شد و فیلم دیگه نساخت. هر فیلمی که ساخته شد توی این مملکت که به غیر از اینکه مردم فقط بخندونه و هویج گوششون میکنن، نمایش داده نمیشه، روی اکران نمیره، به خاطر اینکه مثل خیلی جاهای دیگه یه گروه کوچک انحصار طلب که نه به خاطر هوش و ذکاوتشون سالن ها را قبضه کردن، بلکه به خاطر نزدیکشون به قدرت. اینها چیزاییه که روح آدم رو در تنهایی میخوره، مثل سوهان روح میمونه این کارا.